این هفته در تلویزیون فارسی بی بی سی مستند جالبی پخش میشه درباره عباس عطار، عکاس به نام ایرانی که 2 سال پیش در اثر ابتلا به بیماری سرطان در 74 سالگی درگذشت. عباس عطار که به نام کوچک شناخته میشه عضو تاثیرگذار آژانس عکاسی مگنوم بود که در طول زندگی حرفه‌ایش از رخدادهای مهمی در جهان عکسهای به یاد ماندنی گرفت. عباس a photographié le monde pendant 60 ans. Il a été témoin de tous les grands événements historiques de notre temps. Fasciné par son regard singulier et son parcours, je lui propose de réaliser un film sur son travail. Il m'a répondu que c'était trop tôt. Il a toujours refusé qu'on le filme. Il m'a dit, ce genre de film, on le fait juste avant de mourir. 20 ans passent. Abbas me dit, si tu veux toujours faire ce film, c'est le moment. Il nous reste très peu de temps. Trouve rapidement ton équipe et on commence. Abbas. Bye Abbas. کامی پاکدل، سازنده این مستند، از پاریس مهمان تماشاست. ظاهراً در آخرین هفته‌های زندگی عباس فیلمبرداری رو انجام دادید. ممکنه درباره این شرایط منحصر به فرد توضیح بدین؟ عباس مریض بود ولی هیچ وقت در مورد مریضیش صحبت نکرد. به هیچ وجه خیلی خیلی کلاً در مورد زندگی شخصیش هیچ وقت صحبت نمی‌کرد عباس. ولی خب من میدونستم مریضه. شاید 6 یا 7 ماه بود که ازش خبری نداشتم. شنیدم که عباس داره روی همون کتاب مونوگرافیش کار میکنه، اون کتاب کاملش داره کار میکنه که من فهم و دیگه سفرم نمیکنه. و من متوجه شدم که شاید الان شاید اتفاقی افتاده که بعد الان دوباره در مورد اون فیلم با عباس صحبت کنیم. و عباس من گفت ببین کامی، من به تو هیچ وقت نه نگفته بودم در مورد اون فیلم. به تو همیشه گفتم وقتش نیست، ولی الان وقتشه. اگه هنوز میخوای این فیلم بسازی الان باید ساخت، ولی بدون که خیلی وقت کمه. چالش های ساخت این فیلم تو این شرایط چی بود؟ برای من واقعا 2 چیز خیلی مهم بود و خیلی سخت بود. یکی این که از نظر زمان واقعا من نمیدونستم چقدر وقت داریم و باید خیلی سریع یک تیم خیلی پروفشنال دور خودم جمع میکردم که این فیلم رو شروع کنیم. یک چالش دیگه که خیلی مهم و سخت بود این بود که چجوری میخوایم داستان رو با عباس تعریف کنیم، چون من واقعا نمیخواستم که به عنوان یه دونه ژورنالیست و یا به عنوان یه دونه اسپیشالیست بیام اونجا با عباس سوال کنم و به عنوان یه رپورتاج شروع کنیم. دارم میخواست که عباس باشه که تصمیم بگیره چجوری میخواد زندگیشو برای ما تعریف کنه. Je suis devenu vraiment photographe en 1968. Quand je vois cette photo, là, je sais que je serai photographe. Parce que toute mon esthétique future est là. C'est ce que j'appelle le moment suspendu. C'est-à-dire que je ne gèle pas une situation, je la suspends. Je veux donner l'impression que les gens que j'ai photographiés ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant que je les photographie. خیلی جالب بود برای من. عباس اصلا نمیخواست که عکسای خیلی معروفش توی فیلم باشه و عکسای خیلی معروفش هم واقعا توی فیلم نیست. ممکنه چندین عکس رو توی فیلم ببینین و بشناسین، ولی معروفترین عکساش که دور دنیا رو زدن و روی کاورهای مجلات و کتاب بوده عباس نخواست بذاره. به قول خودش میگفت نمیخوام بست شاتام رو توی فیلم بذارم و بگم من پشت این عکس ها بودم، این عکس من. اصلا براش جالب نبود. خیلی دلش میخواست که فیلم یک چیز خیلی کاملی باشه. از تمام زندگیش تقریبا، از کجا شروع کرده و به کجا رسیده و از تمام این کشورهایی که عکاسی کرده و از تمام اتفاقات مهم دنیا که عکاسی کرده حرف بزنه. ولی این امکان پذیر نبود. اصلا همچین چیزی نمیتونست، همچین وقتی ما نداشتیم. و به خاطر همین باعث شد که باید من براش یه چارچوبی براش انتخاب میکردم برای عباس و در این حال عباس بتونه تو اون چارچوب تمام کنترل داشته باشه و تصمیم گیری کنه. عباسی که داره
زندگی و سوژه ها رو انتخاب میکنه. به خاطر همین هم هست فیلم، اسم فیلم هست عباس بای عباس. C'était avant la victoire de la révolution et on voit une femme qui est lapidée parce que les militants croient que c'est une supporter du chat. Bon, je me souviens très bien encore une fois, ils étaient en train de courir comme ça et moi je courais en reculant, je faisais des photos en même temps, il y a toujours quelqu'un pour dire Aksnagir, Aksnagir, fais pas de photos. Et moi je répondais en farsi, Imbaray tarikh hast. C'est pour l'histoire. مهمترین چیز توی این فیلم این بود که یک مرد 75 ساله، 74 ساله، وقتی 60 سال، چو عباس از 15 سالگی به عکاسی شروع کرده بود. بعد از 60 سال که دور دنیا رو زده و بزرگترین فاجعه‌های دنیا رو دیده، بدترین جنگ‌های دنیا رو دیده، بهترین و زشت‌ترین اتفاقات دنیا رو دیده، وقتی به آخر جاده میرسه، دلش می‌خواد چی رو با ما تقسیم کنه. این برای من خیلی جذابتر بود تا اینکه بخوایم طبقه به طبقه جلو بریم. و بهش گفتم عباس ازت خواهش میکنم 10 تا تم انتخاب کن و خودت هم انتخاب کن، 10 تا تم که برای تو شخصا مهم باشن، 10 تا تم که شاید زیاد در موردش صحبت نکرده باشی و برای هر تمی 10 تا عکس بیشتر انتخاب نکنیم. این خیلی کار سخت بود برای عباس، چون فکر میکنین بعد از 60 سال عکاسی 10 تا عکس برای هر تم خب خیلی کار سخته، ولی این بازی رو کرد عباس. کلاپ ایوا سی تو کی دون لو کلاپ تو دی اکشن راپل نو لو تیتر اوسی لا دولور دونك. مستند عباس به روایت عباس اولین بار دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 9 شب به وقت تهران پخش میشه. جدول بازپخش های مستند رو میتونید در تلگرام و اینستاگرام بی بی سی فارسی ببینید.